خب ما در خصوص رفتار مجرمانه، در خصوص فعل و ترک فعل در جلسه قبل صحبت کردیم. مورد سوم فعل ناشی از ترک فعل هست. ببینیم آیا در خصوص فعل ناشی از ترک فعل جنایت، حالا ام از عمدی یا غیر عمدی، اتفاق میفته یا خیر. خب ما اول از همه ماده 2 قانون مجازات اسلامی به ما چه میگوید؟ به ما میگوید هر رفتاری هم از فعل یا ترک فعل. خب پس چیزی به نام فعل ناشی از ترک فعل وجود ندارد. یا در تعریف جرم میگه فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای مجازات تعیین شده. اما ما در ماده 295 صراحتا جنایت ناشی از ترک فعل رو قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 با یه سری شرایطی پذیرفته که حالا باید اون شرایط رو با هم ببینیم چی هست. خب اول از همه ماده 295 قانون مجازات اسلامی به ما چی میگه؟ میگه هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی رو که قانون بر عهده او گذاشته، ماده 295، اگر ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنان که توانایی انجام آن فعل رو داشته باشه، خب جنایت حاصل به او مستند می شود. حالا حسب مورد میتونه عمدی باشه، شبه عمدی باشه یا خطای محض باشه. پس وقتی ما ماده 295 رو میخونیم میبینیم که تارک فعل ما اگر این شروط رو داشته باشد میتونه حسب مورد جنایتش عمدی بشود یا جنایتش شبه عمدی بشود یا خطای محض باشه. اول از همه شرط اول، ترک فعلی که ناشی از یک وظیفه قانونی بوده یا شخص بر اثر توافق و قرارداد یا میل و اختیار بر عهده گرفته. خب شرط اول میگه چی؟ اولا یه موضوع اینجا روشن کنیم که اختلاف نظر وجود داره. ما میگیم ترک فعلی که ناشی از وظیفه قانونی بود. خب در خصوص قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوبه 1354 مگه ما نگفتیم در اونجا هم که خب وظیفه اخلاقی به وظیفه قانونی تغییر کرده؟ پس اون پس این ترک فعل هم میتونه شامل جنایت بشه. میگیم یه ایرادی که در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین وجود دارد این ایراد هست که در حقیقت در اون قانون با استفاده از واژه‌هایی مثل مشاهده کنند برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشتن تصویب شده، که ما تو جلسه قبل گفتیم اشخاصی که گفتیم نقش نداشتن. اگه اشخاصی اصلا نقش داشته باشن که دیگه شامل اون قانون نمیشوند. این قانون برای کسانی بوده، برای اشخاصی بوده غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشتن. پس این علتش به این علت هست. پس ترک فعلی که وقتی میگیم ناشی از وظیفه قانونی بوده یعنی چی؟ یعنی که صرفا اخلاقی نبوده، باید باشه، باید قانونی بوده باشه. حالا منظور از این قانون یعنی چی؟ صرفا قانون جزا هم میتونه نباشه، ممکنه با قانون مدنی باشه. مثلا قانون مدنی میگه طبق ماده 1168 نگهداری اطفال هم حق هم تکلیفه. یا ماده 1176 میگه هر چند مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، لکن در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد به چنین وظیفه‌ای رو پیدا خواهد کرد. یعنی ازش میشه قانونی. پس این مورد. یا شخص بر اثر توافق و قرارداد. یعنی چی بر اثر توافق و قرارداد؟ یعنی این که دولت میاد با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادهایی رو برای انجام وظیفه خاصی مثلا برای پزشک، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان، ناجی غریق، میاد قراردادهایی رو منعقد میکنه بین دولت و اشخاص حقیقی. طبق اون قرارداد افراد در حقیقت تعهداتی رو به عهده میگیرن. پس میگیم طبق ماده 10 قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات ناشی از این قراردادها هستن. پس در نتیجه عدم اجرای این وظیفه قانونی برای آنان تعهدآور خواهد بود. پس تعهد براشون ایجاد میشه. پس این شرط اول. پس اینو باید حواسمون باشه. پس یا ترک فعلیه که ناشی از وظیفه قانونی است
یا شخص بر اثر توافق قرار داد یا میل و اختیار. میل و اختیار اینه که دو نفر با هم دیگه میشینن یه توافقی میکنن، مثلا میگن من مسئولیت این کودکان رو قبول میکنم برای شنا، حالا ترک فعل میکنه، یکی از این کودکان فوت میکنه. حالا اینجا میگیم بر حسب جنایت که ترک فعل کرده این شخص، قراردادی که مسئولیتش رو به عهده گرفته، حالا یا عمدی هست یا شبه عمدیه یا خطایی. این شرط اول که در خصوصش توضیح دادیم. اما داریم سراغ شرط دوم، وجود رابطه علیت بین ترک فعل و جنایت. یادمون باشه حتما باید رابطه علیت وجود داشته باشه. خب یعنی چی رابطه علیت وجود داشته باشه؟ ببینید، یعنی همون رابطه سببیت. رابطه سببیت یعنی چی؟ یعنی این که برای انتصاب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی، به تارک فعل وجود چیه؟ رابطه سببیته. برای همین هم ماده 295 اگه نگاه کنید با ذکر عبارت و به سبب آن جنایتی واقع شود، یعنی بر این شرط تأکید کرده. پس بنابراین در صورتی میتوان تارک فعل رو به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل وی ناشی شده باشه. پس بنابراین باید دقت بکنی در این خصوص. خب ما اومدیم گفتیم شرط اول اینه که ناشی از وظیفه قانونی بوده یا شخص بر اثر توافق قرار داد یا میل و اختیار. پس باید ناشی از وظیفه قانونی بوده باشه. اون وقت اختلافی هم که بین حقوقدانان وجود داشت در خصوص قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی هم که گفتی که بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داره، توضیحش رو دادیم که ایرادی که اون قانون داره چی هست. حالا یه عده از حقوقدانان پذیرفتن یه عده نمیپذیرن، حالا اون یه بحث دیگری هست. اما وجود رابطه علیت، ببینید در بحث رابطه علیت، مثلا فرض بکنید مادری که به قصد اینکه از شر کودک تازه تولد یافتش رها شود، به گریه های او ترتیب اثر نداده و موجب مرگ او در نتیجه گرسنگی و تشنگی می شود. خب اینجا ما میگیم که چی؟ اینجا ما میگیم مادر بچهش رو کش. هیچ کس نمیگه بچه رو گرسنگی کش. چرا؟ زیرا گرسنگی عاملی جدا از شیر ندادن نبوده. بنابراین به این علت، یعنی شرط اول ترک فعل شده، رابطه علیت هم اینجا وجود داره بین ترک فعل و جنایت. این یه موضوع. اما یک جایی دقت بکنید، مثلا ما میگیم که در خصوص اینکه پزشک یا پرستاری علارغم وظیفه‌ای که طبق قانون دارن از پذیرش بیمار یا مصدوم در بیمارستان خودداری میکنن، در نتیجه مصدوم میمیرن. حالا اینجا این پزشک یا پرستار قاتلن، حالا امز عمدی یا غیر عمدی، ما میگیم نه. دلیلش چی هست؟ دلیلش اینه که مرگ مذکور ناشی از چی بوده؟ مرگ ناشی از چی بوده؟ ناشی از بیماری بوده، مصدومیت بوده، نه ناشی از عدم پذیرش در بیمارستان. چون ما اگر ممکن بود اگر پذیرش هم میشد در بیمارستان میمرد. پس این عدم پذیرش بیمارستان در حقیقت وابستگی نداشته، اما در خصوص کودک وابستگی وجود داشته، وابستگی شدید نوزاد به مادر. بر همین هم است که میگیم مادر بچهش رو کشت. اما این وابستگی شدید دیگه اینجا وجود نداره. اینجا پس نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه عدم پذیرش نشد در بیمارستان بیمار مرد. یعنی گفتیم اون رابطه علیت باید وجود داشته باشه. علیت مرگ چی بوده؟ ناشی از بیماری بوده. اما حالا یه جای دیگه دقت بکنید تفاوت‌ها رو. در جای دیگری یه بیماری در بیمارستان بستری می شود، یعنی پس یه مسئولیتی از همینجا شروع میشه، داره دوران نقاهت رو سپری می کند. ببینید رابطه علیت ناکنید چجوری داره شکل می گیره. داره دوران نقاهت رو سپری می کند، نیاز به تنفس مصنوعی پیدا می کند. پزشک یا پرستار
وظیفه خودشون رو برای ارائه تنفس مصنوعی به وی انجام نمیدن. یا مثلا دستگاه وصله به بیمار، دستگاه خاموش میشه، نمیاد دستگاه رو روشن بکنه دوباره. حالا اینجا این ترک فعل میگیم ناشی از چیه؟ اینجا میگیم ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده. پس اون رابطه علیتی اینجا به وجود میاد. بیمار داره دوران نقاهتشو میگذرونه، در بیمارستان هم بستریه، دستگاه خاموش میشه، پرستار روشن نمیکنه. اینجا رابطه علیت به وجود میاد ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستاره. یعنی ما میگیم مرگ نتیجه مستقیم ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار هست. پس این هم در خصوص نکات ریزی که باید در خصوص این سببیت ها بین ترک فعل و مرگ در حالت های مختلف بهش دقت بکنید. یعنی ببینید اون نتیجه حاصله مستقیما رابطه داشته با اون ترک فعله یا رابطه نداشته مستقیم با اون ترک فعله. یه موقع میشه اجتماع سبب، ما یه بحثی داریم تحت عنوان اجتماع اسباب، سببهای مختلفی وجود داره که اونو بحث بعدیمون هست تحت عنوان تسبیب در جنایت و اینها که در خصوصش صحبت میکنیم. اما اینجا رابطه علیتی که میگیم، اونجا در اومدیم گفتیم که چی؟ اونجا در اومدیم گفتیم که مرگ بیمار به خاطر چی بوده؟ به خاطر مریضیش بوده، نه ناشی از عدم پذیرش در بیمارستان. یعنی هر کسی پذیرش نشه در بیمارستان میمیره. پس این رابطه علیت اونجا به وجود نمیاد. اما اینجا هر کسی دستگاهش خاموش بشه، بیمار داره چیکار میکنه؟ دوران نقاهتشو میگذرونه، دستگاه تنفس خاموش میشه، پرستار روشن نمیکنه. هر کسی که دستگاهش خاموش بشه در این حالت قرار بگیره میمیره. پس دقیقا میبینید رابطه علیت مستقیم برقراره. حالا بر حسب عنصر روانیش، یه موقع پرستار از روی عمد این کار انجام میده، خب میگیم قاتل عمدیه، یا نه غیر عمدیست. اما میگیم در هر صورت مرگ ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده. پس این دوتا شرطی که در این خصوص گفتیم. اما بریم سراغ شرط بعدیمون. شرط سوممون در این خصوص این هست که گفته برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصل از ترک فعل، توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز می باشد. پس شرط سوممون چی میشه؟ یعنی در حقیقت تارک فعل علارغم توان انجامان از تحقق وظیفه و رفتار برات گرفته شده بیاد چیکار بکنه؟ خودداری بکنه. یعنی پس توانو داره اما انجام نمیدهد وظیفش رو. یه موقع یه شخصی توان رو نداره، یعنی چی؟ یعنی این که پس دقت کنید، پس پدری که با مشاهده افتادن و غرق شدن فرزند خردسالش در استه وی رو نجات نمیدهد، در چه صورتی قاتل محسوب میشود؟ که توانایی نجات وی رو داشته باشه ولی این کار رو نکرده باشد. پس پدری که اصلا شنا کردن بلد نیست تا بتونه فرزندش رو نجات دهد، میگیم نمیشود. پس این هم در خصوص سومین شرط. پس باید دقت بکنیم در خصوص، یعنی دقیقاً تارک فعل علارغم توان انجام آن از تحقق وظیفه که بر عهده گرفته خودداری میکنه. و چهارمین شرط عنصر روانی لازم هست که حالا میگیم تقسیم میکردیم جنایت، یا حالا قصد داره تا
ترک فعل کرده از روی عمد بوده، خب میگیم قتل عمدیه. پس باید ببینیم چی رو خواسته، یا ترک فعل صرفا ناشی از سهل‌انگاری و غفلت بوده که در اینجا میگیم حالا عم از شبه عمد یا خطای محض خواهد بود. پس باید ببینیم که نتیجه مورد نظر چی بوده، یعنی بحث از عنصر روانی میشه. پس زمانی که تارک فعل، ما میتونیم این تارک فعل رو به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی محکومش بکنیم که نتیجه مورد تمایل و نظر رو خواسته باشه. یعنی چی؟ مثل همون پرستار دستگاه رو روشن نمیکنه. چرا؟ چون میخواسته این شخص به قصد برسته، پس قصد داشته، نتیجه هم تحقق پیدا کرده. پس اینجا اون وقت میگیم پرستار مرتکب قتل عمدی شده. اما یه موقع سهل‌انگاری کرده یا غفلت کرده، ترک فعلی بوده که صرفا ناشی از سهل‌انگاری یا غفلت بوده. حالا اینجا میگیم که چی؟ مسئولیت فعل در ارتکاب قتل یا حالا ایراد ضرب و جرح غیر عمدی ام از شبه ام یا خطای محض خواهد بود، که این میشه پس نوع جنایت ارتکابی. از اینکه بیایم در مرحله آخر ببینیم عمدی هست، شبه عمدی هست یا خطای محض هست. پس شرط اول ترک فعل ناشی از وظیفه قانونی بود، بعد یادون باشه باید رابطه علیت وجود داشته باشه، بعد تارک فعل علارغم توان انجامش بیا چیکار بکنه، از وظیفه که بر عهده گرفته خودداری بکنه. پس باید ببینیم توان انجام وظیفه رو داشته یا نه. چهارمیش هم اینه که بیایم به عنصر روانی رجوع بکنیم، ببینیم از حیث عمدی بودن، شبه عمدی بودن یا خطای محض بودن. خب اینم پایان مبحثمون در این خصوص. بحث بعدیمون میشه مباشرت یا تسبیب. ببینیم مباشرت و تسبیب در جنایت به چه صورتیه، مباشر کیه، سبب کیه، اجتماع اسباب و نکات دیگری که در این خصوص وجود داره، و تغییراتی که در قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص این موضوع هست. در حقیقت در خصوص سبب اقبا از مباشر و نکاتی که طبق قانون جدید مجازات اسلامی شرایطش تغییر کرده و قانون جدید مجازات اسلامی در حقیقت اومده چهار حالت رو پیش بینی کرده که یه سری مواردش طبق قانون مجازات اسلامی سال 70 هست، یعنی یه سری موارد رو مطابق قانون مجازات اسلامی سال 70 پذیرفته، یه سری موارد رو نپذیرفته و تغییر کرده. مثلا جایی که همه اسباب طولی عامد باشن، یعنی همه سبب هامون عامد باشن، خب قانونگذار اینجا در حقیقت شرط خاصی رو در نظر گرفته، یا اگر همه اسباب عامد نباشن، یا در صورتی که بعضی از اسباب مجاز باشن بعضی اسباب غیر مجاز باشن، یا در صورت عامد بودن سبب مؤخر در حدوث. خب سبب سبب مقدم داریم، یه سبب مؤخر داریم، باید ببینیم سبب مقدم چیه، سبب مؤخر چیه، اینها رو آشنا میشیم، شرایطش رو میگیم، به در صورت ببینیم مطابق قانون مجازات جدید اسلامی چه تغییراتی کرده و چه مجازات هایی رو برای اسباب در نظر گرفته.